سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها در برنامه این هفته تاریخ تازه ها نگاهی به پیشینه کشاکش های نخست وزیر عراق با شبه نظامیان وابسته به ایران انداختیم نارامی های عراق پس از شکست اعتلاف الفتح شاخه سیاسی هشت و شعبی در انتخابات پارلمانی آن کشور با حمله تروریستی سه پهباد به اقامتگاه مصطفی الکازمی نخست وزیر عراق چند ساعت پیش از بامداد روز یکشنبه هفت نوامبر به اوج خود رسید. در آن حمله که پس از روزها درگیری خیابانی میان شبه نظامیان هشت و شبی و نیروهای دولتی روی داد نخست وزیر آسیبی ندید دفتر نخست وزیری عراق در پی نشستی با فرماندهان ارشد امنیتی آن حمله را کار گروه های مسلح جنایتکار دانست و عملی تروریستی و بزدلانه خواند. رئیس جمهور عراق نیز در پیامی توییتری آن حمله را کاری خطرناک و جنایتی فجیع بر ضد عراق توصیف کرد و نوشت نمیتوانیم بپذیریم که عراق به آشوب کشیده شود و بر ضد قانون اساسی آن کودتا شود نخست وزیر عراق شامگاه یکشنبه هفت نوامبر گفت کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند خوب میشناسم روز دوشنبه هشت نوامبر مقام های امنیتی عراق به رویترز خبر دادند که هم پهبات و هم مواد منفجره استفاده شده در حمله به اقامتگاه الکازمی ساخت ایران بوده است. تا کنون چندین کشور غربی و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران همده تروریستی به اقامتگاه نخست وزیر عراق را محکوم کردند دوشنبه هشتم نوامبر اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس وارد بغداد شد تا شبه نظامیان شیعه عراقی را به آرامش دعوت کند او در نهم جوان گذشته نیز که عراق برای انتخابات پارلمانی آماده میشد به منظور پایان دادن به درگیری ها میان دولت مصطفی الکاظمی و هشت و وارد بغداد شده بود در آن سفر او علاوه بر رهبران احزاب شیعی با الکاظمی نیز دیدار کرد آن سفر چهارمین سفر او به بغداد پس از منصوب شدنش به فرماندهی سپاه قدس در پی کشه شدن قاسم سلیمانی بود هدف اصلی آن سفر نیست حل و فصل تنش امنیتی میان شپ نظامیان هشت و شبی و دولت الکازمی بود که به دنبال بازداشت قاسم مسلح یکی از فرماندهان عملیات هشت و به اتهام ترور ایهاب الوزنی فعال سیاسی و مدنی عراقی ایجاد شده بود ارکازمی از هفت ماه می 2020 زمام امور عراق را در مقام نخست وزیر به دست گرفته است او روابط خوبی با دولت آمریکا دارد چنانکه در عواسط ماه می آن سال به آمریکا رفت و با دونالد ترامپ دیدار کرد به گفته یکی از مسئولان ارشد دولت عراق پیش از آن سفر رسمی نیروهای وابسته به ایران خشونت ها را آغاز کرده بودند گفته می شود پنج گروه وابسته به هشت و شبی از جمله به حزب الله و اسائب اهل الحق از همان آغاز با نخست وزیری او به مخالفت برخواستند آنها الکازمی را هنگامی که مقام ارشد اطلاعات عراق بود به توطعه بر ضد سلیمانی متهم کرده بودند الکازمی از زمانی که به نخست وزیری رسیده کوشیده است شبه نظامیان سرکش وابسته به ایران را مهار کند به دستور او نیروهای دولتی عملیات جستجو برای یافتن سلاح‌های غیرمجاز را آغاز کردند و توانستند در بصره و بغداد مقداری از آنها را پیدا کنند. نخست وزیر عراق در سپتامبر سال گذشته یک شورای ضد فساد تشکیل داد و به نیروهای زبده ضد تروریسم اجازه داد مقامات عالی رتبه متهم به فساد را دستگیر کنند. ناظران سیاسی معتقدند که او عزم کرده است با سازی کشورش را پس از سالها جنگ و آشوب پیش ببرد بعضی از مسئولان و تحلیلگران ارشد عراقی به خبرگزاری فرانسه گفتند که شبه نظامیان مسلح وابسته به ایران هنگامی که میبینند دولت الکازمی به هدفهای خود نزدیکتر میشود در مانع تراشی و دامن زدن به بیثباتی مصممتر میشوند در سوم سپتامبر 2020 ساختمان شرکت بریتانیایی خدمات امنیتی جی 4 s در بغداد هدف حمله پهبادی قرار گرفت شبه نظامیان وابسته به ایران این شرکت را متهم به همدستی با آمریکاییان در کشتن قاسم سلیمانی میکردند چند روز پیش از آن گروهی که خود را بخشی از مقاومت اسلامی معرفی میکردند بمبی دستی در مسیر کاروانهای سازمان ملل در شمال شهر موسل منفجر کردند که بر اثر آن یکی از کارکنان آن سازمان به شدت زخمی شد گروه وابسته به مقاومت اسلامی کاروانهای سازمان ملل را به انتقال جاسوسان آمریکایی متهم کرده بودند یکی دیگر از هدفهای تروریستی گروه های مسلح وابسته به ایران شبکه های تلویزیونی منتقد ایران در عراق است آنان پس از کارزاری که در کانال های تلگرامی بر ضد شبکه تلویزیونی دجله به راه انداختند در سپتامبر سال گذشته آن تلویزیون را آتش زدند کارزارهایی نیز بر ضد شبکه های تلویزیونی متعلق به سنی ها به راه انداختند دولت الکازمی از رویارویی مستقیم با این گروه ها پرهیز می کند و ترجیح می دهد برای خونسا کردن خرابکاری های آنها در عرصه های گوناگون بجنگد به گفته سخنگوی دولت عراق یکی از هدف های مبارزه ضد فساد دولت خشکاندن سرچشمه های مالی این گروه هاست به همین سبب نیروهای دولتی نظارت بر مرزها و ورود خروج از کشور را به در مرزهای مشترک عراق با ایران شدت بخشیدند پرسش این است که آیا دولت عراق می تواند با چنین روشهایی این نیروهای مخرب را در دراز مدت مهار کند